به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سر خط همراهی میکنین. خب همونطور که تا الان احتمالاً متوجه شدین، رهبر گروه واگنر پریگوژن با وساطت ریش سفید محل الکساندر لوکاشنکو عقب نشینی کرد. اسپوتنیک گفته که واگنر با پیشنهاد بلاروس برای توقف درگیری موافقت کرد. پریگوژن در پیام صوتی گفته برای جلوگیری از خونریزی کاروانهای خود را به پایگاه‌ها برمیگردانیم. رهبر واگنر میگه دوباره به جبهه جنگ رفته و با اوکراین خواهیم جنگید. در برخی خبرها هم اعلام شده که واگنر از اوکراین خارج خواهد شد. تو این 24 ساعت گذشته فضا مجازی فارسی به شکل احمقانه ای نسبت به موضوع روسیه واکنش نشون دادن و جوری جفسازی میکردن که انگار پوتین فرار کرده و واگنر مسکو رو تصرف کرده. میدونم چه ساعتی میه، چه ساعتی از کدام خونه میه بیرون، چه ساعتی میری، هیچ کم با خبر نیست. همه موضوعات من میدونم چیه، میخوام تمام اسرارات پخش کنم. میرم از هیچ کم نمیترسم، مرد شوسم، برو هر جا بخوای شکایت کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط به این تیکه توجه کنین که هیچ درگیری سنگینی بین نیروهای واگنر و ارتش روسیه صورت نگرفت، اما یه عده که اسمشون رو خبرنگار گذاشتن یه جوری مطلب زدن که آدم خجالت میکشه. شاهین صمدپور تو اینستاگرامش نوشته که بحران در روسیه، پوتین از کرملین به مکان امن منتقل شد. تو روسیه یه گروه شبه نظامی مسلح وجود داره به اسم واگنرها. این گروه تو جنگ‌ها به کمک ارتش روسیه میان. حالا پریگوژن فرمانده واگنرها از مردم دعوت کرده که به خیابان بریزن. اون گفته که برای تمام انقلابی‌ها اسلحه داریم. ضمناً وزیر دفاع روسیه رو تهدید کردن که در میدان سرخ به دار آویخته خواهد شد. این نمونه کامل فضای مجازی بی‌در و پیکر دوستان که یه خبرنگار مطالب اشتباه رو با اطمینان منتشر میکنه. انتقال پوتین از کرملین به یه مکان امن اونقدر امنیتی و حساسی که شاید کلاً 20 نفر تو کل روسیه متوجهش بشن. بعد یه عده از ایران این قضیه رو فهمیدن. در این مواقع حتی از انداختن سکه و چنین مواردی استفاده میکنن تا نحوه انتخاب این که از کدوم مسیر یا کدوم ماشین برن کاملا شانسی باشه و از قبل لون نرفته باشه. یه نکته در مورد براندازا هست که خیلی خوشم میاد و یکی از مهمترین عوامل شکست های پی در پیشون هست، توهم موفقیت و جوگیر بودن. تو کمتر از 10 ساعت کل فتیله ارتش روسیه و پوتین رو کشیدن پایین. این برانداز نوشته که خبر خوب، نیروهای نیابتی واگنر کشور سوریه را ترک کرده و به سمت روسیه در حال حرکت هستند. این موضوع سبب تضعیف بشار اسد خواهد شد. دومینوی ریزش دیکتاتورها آغاز به حرکت کرده. مقصد بعدی جمهوری اسلامی. خب دیگه داستان تموم شد، برو زیر پتو. اینم توییت بعدیش. با توجه به نزدیک شدن ارتش واگنر به مسکو و احتمال جدال در مسکو تا ساعات آینده، گزارشات تایید نشده‌ای در خصوص فرار پوتین از کشور روسیه وجود دارد. یعنی کلاً پوتین رو از روسیه فراری دادن. فکر کن ارتش به اون قدرتمندی داشته باشی و از ترس واگنر از روسیه فرار کنی. اگه یکی دو ساعت دیگه درگیری ادامه داشت، اینتراشغال جدن چنین خبری رو کار میکرد. طبق اخبار موثق رسیده به روسیه اینترنشنال، پوتین به ونزوئلا فرار کرده و این یکی بدلش، یعنی ولادیمیر پوتین هست. به لاله گوشش دقت کنید. اما خب مثل همیشه این جماعت پروتر از این حرفا هستند. وقتی فهمید که همه چی تموم شده و آب قطع، نیروهای واگنر مشغول جمع‌آوری تجهیزات خود در روستوف و عقب نشینی هستند. بازی کودتای سوریه اردوغان این بار در روسیه تکرار شد. بعدم نوشته که رژیم جمهوری اسلامی امروز سعی کرد با وسط بازی و میانه روی جانب احتیاط را رعایت کند. کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه رویداد اخیر در روسیه را موضوع داخلی این کشور دانست. برخلاف اعلام موضع اردوغان در حمایت همه جانبه از پوتین، جمهوری اسلامی میانه روی کرد. باخت اصلی را رژیم جمهوری اسلامی داد. ابله رئیسی جز اولین افرادی بود که با خود پوتین تماس داشت و حمایت قاطع ایران را از روسیه اعلام کرد و اگه کنانی گفته مسئله داخلیه، یعنی اینکه چیز مهمی نیست و بین خودشون حل میشه و همونطوری هم که دیدین حل شد. ایران اگه قرار بود پشت کسی رو خالی کنه، بشار اسد رو که حتی پوتین از نجاتش ناامید شده بود ول میکرد. این پیام هم خیلی جالب بود. کمک شیر دره پنشیر که نرفتین، کمک زلنسکی هم که نرفتین، حاضر به اعزام به مرز افغانستان هم که نشدید، بیاید لااقل بفرستینمون کمک واگنر با پوتین فیس تو فیس بجنگین. اینا اصلا مال این حرفا نیستن. صد بار گفتم این جماعت عافیت طلب رو چه به این کارا، سهل میشه بچهای بسیج و سپاه و ارتشن که میرن کمک و
غر زدن ها و ایراد گرفتن ها واسه اصلاحات و برانداز هاست. جنگ میشه، بازم وطن پرست های واقعی میرن. اگه مسئله سیاسی و امنیتی میشه همینطور، و کم توقع ترین و سالم ترین قشر جامعه هم هستن، ولی اون کسایی که درآمد و فساد دارن در این مواقع لب به اعتراض باز میکنن و مدعی هم هستن. تو زمان جنگ هم بچه های خیلی از همین پولدارا و اصلاحاتی ها تو لندن و پاریس فرار کردن، ولی بچه های رهبری در جنگ حضور داشتن. مهدی فضائلی معاون دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در توییتر نوشته که در حالی که آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور مردم را به جبهه دعوت می کردند، دو فرزند ایشان مصطفی و مجتبی هم مدت ها در جبهه حضور داشتند و فقط برخی فرماندهان و رزمندگان نزدیک ایشان از حضور آنها مطلع بودند. آقا فرموده بودند شهید یا جانباز بشن اشکال نداره، ولی مراقب باشین اسیر نشن. راستی حیف این توییتو نذارم. این گراز برانداز نوشته که جواب بدین علی خامنه ای استرس بگیره. خیلی باید احمق باشی که فکر کنی مردی که زندانهای ساواک رو دیده، تبعید و شکنجه شده، انقلاب رقم زده، شکست دادن صدام و منافقین رو در کارنامه داره، کشور رو از فتنه ها عبور داده، سربازهاش داعش رو حذف کردن، پنجه در پنجه آمریکا و انگلیس و غیر انداخته و میلیون ها فدایی داره، از 4 تا توییت شما استرس بگیره. اصلا من دیگه چی نمیگم. همین ویدیو به خوبی نشون میده که رهبری چقدر مسلطن و با وجود انفجار بمب در نماز جمعه تهران در سال 63 به سخنرانی خودشون ادامه میدن. مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود. اکبر، الله اکبر، الله. برادران توجه. توجه کنید، رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند. برادران و خواهران توجه فرمایید، هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند، بنابراین مرگ بر امریکا. بعد فکر کن رهبری از 4 تا توییت این متوهم ها استرس بگیره. شما بهتره به همون فالو آن فالو کردن روبه پهلویتون خوش باشین. این تیکه هم خیلی جالب بود. رسانه های یهود طبق معمول وقتی درگیری ها و اختلافات شروع شد، آنها به نیروهای واگنر و مبارزان آزادی تبدیل شدند. بعد از توافق دوباره تروریست شدند. این توییت انگلیسی هم به همین نکته اشاره میکنه. آیا شگفت انگیز نیست که چگونه گروه واگنر یک شبه از شرور به قهرمان در غرب تبدیل شد؟ کشورهای ناتو ریاکارانه شورش های خشونت آمیز و هرج و مرج در داخل را محکوم میکنند، در عین حال فعالانه از آنها در خارج از کشور حمایت میکنند و در حالی که در مورد دموکراسی به جهان شعار میدن. طبق معمول غرب در این قضیه واگنر هم نشون دادن که به خزعبلاتی که به اسم حقوق بشر و آزادی های مدنی و تروریست و غیره که روزانه به خورد مردم دنیا میدن به هیچ عنوان باور ندارن و از این ابزار برای کار و کاسبیشون استفاده میکنن. میدونین من از چی بیشتر بدم میاد؟ یه عده که خودشون از سایه خودشون میترسن، بعد واسه بقیه دستور و فرمان صادر میکنن. این توییت اشکان خطیبی رو داشته باشیم. در روسیه کودتا بشود یا نشود، چین به دنبال اتحاد کشورهای حوزه خلیج فارس باشد یا نباشد، سوریه به آغوش اتحادیه اروپا برگردد یا برنگردد، آمریکا برجام را از سر گیرد یا نگیرد، اسرائیل و فرانسه از اپوزیسیون حمایت بکنند یا نکنند و غیره، هیچ کدام اینها ضامن رسیدن ایرانیان به آزادی نیست. کمتر از 3 ماه به سالگرد مدرن ترین، جدیدترین، طولانی ترین و تلخ ترین جنبش و آزادی خواهی ایران مانده. هیچ چیز نباید حواسمان را از ایران و خیابان‌ها و مطالباتمان پرت کند. مثل اسب مسابقه فقط روی هدفمان متمرکز باشیم. اینا تا وقتی ایرانن جرأت ندارن، ولی خارج که میرن یهو فکر میکنن بهتر نقش رهبر سیاسی رو به عهده بگیرن. باشه چشم اشکان جان، هر وقت اومدی وسط تهران تو تظاهرات شرکت کردی حرف از کفه خیابون بزن. این همون آدمیه که آبان 98 خوشحال بود که خوب شد اینترنت قطع شده چون تونستیم 40 تا کتاب بخونیم. بعد الان به مردم میگه که برید لنگش کنین و اصلا براتون مهم نباشه روسیه چی شد و چین چی شد. یعنی حالم از این دست افراد به هم میخوره. یه مشعار احمقانه سانتیمانتال که اصلا درک از سیاست و اقتصاد و انقلاب ندارن، ولی در مورد همه چی حرف میزنن. ابله مگه میشه کشور رو به هم ربطی نداشته باشن؟ واگنر نزدیک مسکو شد، دلار رفت بالا و وقتی به توافق رسید دلار برگشت سر جاش. اگه میخواید مخالفت هم کنید مثل آدم باشین که بشه باهاتون منطقی بحث کرد، ولی خب
دیگه از برانداز و سلبریتی های وطن فروش که نمیشه بیشتر از این انتظار داشت. تو مثالش هم خودش رو اسب در نظر گرفته و منتظر سواری دادنه. الان میدونین چی رو دارن ترند میکنن؟ واژه نرو، یعنی احمقانه تر و چیپ تر از اینها مگه داریم؟ نکشیمون مبارز. شما فعالیت سیاسی دارید؟ بله، یکم از پشمامو زدم و نوشتم نه. دوست عزیزی که با تناب اینا میری تو خیابون و بعد تظاهرات مسالمت آمیز رو به شورش تبدیل میکنی. اینا نهایت کاری که میکنن هشتگ زدنه و از دریافت کلیپ های شما درآمد کسب میکنن. این ادعاهای تو خالیشون هم صدای خودی ها رو در آورده. اصلا همین کارا رو کردین که اسمتون قمپوزیون شده. ما نمیگیم، ما خودشون اعتراف کردن. شما اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو چقدر فعال میبینی در زمینه اینکه بخواد به این مسائل فکر بکنه و براش برنامه داشته باشه؟ خیلی دارم سعی میکنم جواب محترمانه بدم. من سالا پیش یادداشتی نوشتم که ما قمپوزیسیون داریم یا اپوزیسیون. کمپوز توپی که در میکردم سر و صدای زیادش. من به نظرم کمپوزیسیون داریم. اپوزیسیون واقعی رو من هنوز ندیدم. به کسی بر بخوره ایرادی نداره. یه دوست خوبی داشتم میگفت جمع جبری دو ایرانی در خارج از کشور منهای یکه. قرار بود برای آینده ایران برنامه ریزی بشه. خوب یا بد، من یه چیز واگنر رو خوشم اومد. اینا واسه هدفشون جنگیدن و این موضوع قابل احترامه. اینکه هدف احمقانه باشه یا نه بحث دیگه ای هست. شما تو کل صحبتشون یه جا نمیتونین پیدا کنین که در مورد روسیه و کشور و خاکشون یا پرچم روسیه حتی یه نکته منفی گفته باشن که هیچ. تازه خودشون رو وطن پرست تر از ارتش میدونستن. مقایسه کنید با اپوزیسیون که انقدر حقیر و بدبخت شده که کل زورش به یه ایرانی میرسه که رفته با عشق پرچم کشورش رو گرفته و تیم ملی رو تشویق میکنه. وحوش براندازی که ادعای انسانیت و آزادی بیانشون گوش فلک و کر کرده تو بازی والیبال ایران، این تماشاچی رو فقط به خاطر داشتن پرچم ایران اینجوری وحشیانه کتک زدن. این همون فردایی هست که اینا وعده میدن. آزادی که اینا میگن همینه، یعنی یا اون چه من دوست دارم یا این که بهت حمله میکنیم. جالب، همشون هم مدعیان که در کشورهای با فرهنگ و متمدن دارن زندگی میکنن ولی هنوز به درک ابتدایی از اصول آزادی بیان هم نرسیدن. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیو دیگه در پناه حق باشید.